رمز. دور وزرای دولت نهم و دهم برای ثبت نام به عنوان داوطلبین مجلس در روزنامه ها امروز تیتر شد. بعضی از رسانه ها برای این افراد تعبیر یاران احمدی نژاد رو به کار بردن. بعضی هم گفتن که این افراد گروه جدا شده از دولت دهم هست. راه اندازی کارناوال های انتخاباتی ممنوعه. عیسی فرهادی فرماندار تهران در جمع خبرنگارا گفته راه اندازی کارناوال انتخاباتی 100% ممنوعه چون برای مردم مزاحمت ایجاد میکنه. فرهادی گفته کسایی که کارناوال های تبلیغاتی را بندازن سر و کارشون با ستاد مقابله با این تخلفه. البته در چند روز گذشته دیده شده که بعضی از داوطلبا موقع ثبت نام به همراه هیئت هایی اومدن که بعضی این حرکت رو به کارناوال تعبیر کردن. حالا معلوم نیست که مشمول این قانون میشن یا نه. سه عامل مهم سخنگوی شورای نگهبان گفته من ای برای ثبت نام بانوان به عنوان نماینده در انتخابات خبرگان وجود نداره. حضور در فرایند انتخابات از سوی بانوان در انتخابات گذشته هم سابقه داشته و الان هم بر اساس آخرین اطلاعی که بنده دادن 4 نفر از خانم ها ثبت نام کردم. ابراهیمیان اضافه کرده این خانوم ها هم احراز شرایطشون مثل آقایون ثبت نام کننده بررسی میشه. دور وزرای دولت نهم و دهم برای ثبت نام به عنوان داوطلبین مجلس در روزنامه ها امروز تیتر شد. بعضی از رسانه ها برای این افراد تعبیر یاران احمدی نژاد رو به کار بردن. بعضی هم گفتن که این افراد گروه جدا شده از دولت دهم هست. حمله یک روزنامه اصلاح طلب به جریان اعتدال امروز بازتاب داشته. روزنامه آرمان به نقل از علی تاجرنیا از حزب اصلاح طلب نوشته شاید برخی ها فکر کنن حزب اعتدال و توسعه خواستگاه آقای روحانی بوده و ایشون با کمک این حزب به قدرت رسیده. این در حالی که حزب اعتدال و توسعه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری عملا تعطیل بوده و پس از پیروزی آقای روحانی نیز موفق نشده از نظر گفتمانی و برنامه ریزی به رئیس جمهور کمک کنه. دبیر کل حزب ندا که دیروز اعضای حزبش رو همراهی کرده بود تا به صورت مستقل از جریان سیاسیشون در انتخابات ثبت نام کنن گفته خودم در انتخابات ثبت نام نمی کنم. میخوام کنار برم و جوانان رو موقعیت ویژه‌ای براشون قائل باشم.